الان بازش میکنم. بذار اول تستایی که میخوام بزنم و با هم بریم. بذار اول اینه که میخوام بزنم و با هم بریم. بیا بالا ما بینم. داری صدای منو؟ بله. مبین صدا هست؟ بله استاد، صدای شما رو دارم. بله بله. خب تخترم داری؟ هنوز شیرش نکردی. الان داری؟ بله بله. گفتم خلاصه درس کامل کنید. بیایم. آقا من طبق تعاریف گفتم تابع به چی میگن مبینم؟ تابع به نوعی خاصی از رابطه‌ای که بین دو تا چیز برقرار بشه تابع میگن. به نوع خاصی از ارتباط، درسته؟ چه بس. نوع خاصی از ارتباط؟ نوعی که مجموعه اول در هر عضوش دقیقاً ازشون یه فلش بیاد بیرون، دقیقاً با یه دونه عضو از مجموعه دوم در ارتباط باشن، درسته؟ بله. یه مثال طبیعی براش میزنی رابطه‌ای که تابع باشه؟ مثلا ریشه های سوم هر عدد طبیعی، چون یه ریشه آف. دارن. آفه. ولی ریشه های دوم نمیشن چون دو تا ریشه دارن. رنگ چشما. آقا خوب دقت کن، خوب دقت کن. ارتباط هر شخص با رنگ چشمش میتونه تابع هست یا نیست؟ خب تابع است که هر کی آقا چشمش یه رنگ رنگ چشم داره دیگه، هر روز که رنگش عوض نمیشه که، یه رنگ چشم داره. ارتباط هر شخص با دوستانش تابع هست یا نیست؟ تابع نیست، چون یه فرد میتونه چند تا دوست داشته بی باشه. شما ارتباط یک شخص با عرضم به حضور شما نوع غذایی که دوست داره، اینم تابع نیست، چون یه آدم میتونه چند نوع غذا دوست داشته باشه. ارتباط یک شخص با عرضم به حضور شما پدر و مادرش. خب یه تابع است، هر کی یه پدر مادر داره. یه پدر مادر واقعی داره دیگه، حالا در حقیقت یک پدر مادر داره. پس ببینید بچه ها، ارتباطی که شما ببینید یک نوع ارتباطه، ببینید یک نوع ارتباط خاص محسوب میشه. همه فهم الان میدونن تابع چیه دیگه، درسته؟ آقا تو کلاس ما همه میدونن تابع چیه دیگه. حالا بریم با هم سراغ تست. بریم تست یک. میگه توصیف کلامی مجموعه زیر کدام میتواند باشد؟ گزینه یک، به هر عدد توصیف کلامی مجموعه زیر. کدوم مجموعه؟ اینا، این مجموعه 2 22. میبینی این مجموعه اش آقا مؤلفه های اولش، نگاه کن اینجا رو، مؤلفه های اول 2 و 3 و 4، مؤلفه های دوم هم 22 32 و 42. خب بریم اینجا ببینیم. میگه به هر عدد طبیعی کمتر از 5 مثل 2 3 و 4، درسته؟ ما الان همه عدد طبیعی کمتر از 5 اینجا نمیشه. نه چرا؟ چون آقا یک و نذاشته. طبیعی های کمتر از 5 1 2 3 4، همین اول رده. ببین اینا بچه ریزه کاری داره، بچه هایی که رشتشون تجربیه مثل تستای زیست نیمونه. میریم سراغ گزینه 2، هر عدد طبیعی در بازه 1 تا 5. خب خوبه، چون بازه 1 تا 5 خوبه، را 10 برابر آن عدد به اضافه 2 نسبت میده. آره دیگه، 10 برابرش میکنه، به اضافه 2 هم میکنه، این منطقیه، درست. بریم سراغ گزینه 3، عدد طبیعی کمتر از 5. بازم غلطه. چرا؟ چون 1 رو نذاشته. پس ببین 1 و 3 اصلا همون اول کار غلطه. گزینه 4، به اعداد اول کمتر از 5. برو بابا، اون 4 عدد اول نیست، اینم پس رد. دیدی؟ یعنی اصلا همون تیک اولش رده. اما اوکی ان الان آقا شما بله. تشخیص بدین ارتباطا رو، ببینید
داره بتونی تشخیص بده. تستاش اینجوری، خود درسش چیز خاصی نداره، برای همین تستاش یه ذره میبرن تو فضای ادبیات. تست دو میگه کدام توصیف زیر نمایش تابع است. گزینه یک، رابطه ای که به هر فردی غذای مورد علاقه اون فرد رو نسبت میده. به هر فرد غذای مورد علاقه. آقا نه، این امکان داره طرف چند نوع غذا رو ما با مبینا چک کردیم امکان داره علاقه داشته باشه، این که رد. میریم سراغ گزینه دو، رابطه ای که به هر خطی شی به اون نسبت میده. مبینا درسته یا رد؟ به نظر من این میتونه درست باشه. کاملا درسته. چرا آقای مولایی میگن؟ چون آقا هر خط یک شیب داره، ایگرگ مساوی با آی ایکس به علاوه بی، آی عدد همیشه. حاله؟ بله. تو شیب رو عوض میکنی خطت هم عوض میشه. عوض میشه اصلا. رابطه ای که به هر عددی مقسوم لیهای اونو نسبت میده. چرت و پرته. چرا آقای مولایی؟ چون 12 مقسوم لیهش هست، 2 هست، 6 هست، 3 هست، 4 هست، 12 هست، یعنی طرف با کلی در ارتباطه، پس اینم رد. سوال 4، رابطه ای که به هر عدد مثبت ریشه های 4 اون نسبت میده. ریشه 4 نمیشه. آفرین. مثلا یه عددی مثل 16 ریشه 4 مثبتش برابر با مثبت 2، ریشه 4 منفیش برابر با منفی 2. 2 تا در ارتباطه، پس اینم رد. بریم ما هم دیگه سراغ مورد 3. میگه چه تعداد از روابط زیر یک تابع را معلوم میکنن. مورد الف، رابطه ای که به هر تاب داوطلب درصد کسب شده توسط وی را در یک آزمون خاص در درس ریاضی نسبت میده. به نظر من این درست قبول دارید، چون تو درس ریاضی شما مثلا میگم و تو آزمون 8 اسفند کانون فرهنگی آموزش میزنی مثلا 20%، در آزمون کنکور سراسری شما میزنین 90%، میزنی 100%، 1% به تو اختصاص میدن دیگه، چند تا درصد نیستش که ریاضی دیگه. پس این درست. به رابطه ای که به هر فرد ایرانی کد ملی رو نسبت میده. خب هر کم یه کد ملی داره، ما 10 تا کد ملی که نداریم. به رابطه ای که به هر فرد شماره تلفن اون، نه آقا من خود، آقا من خودم اینجا مثلا نقضشم، من مثلا خودم 2 تا شماره تلفن دارم، بعضی 10 تا شماره تلفن دارم، پس اینکه رد. مورد ت، میگه رابطه ای که به هر سبک موسیقی، اینا ما هر سبک کلی طرفدار داره، مثلا راک کلی دیوونه هستن اونو دوست دارن، نمیدونم چه میدونم رپ کلی آدم اونو دوست دارن، سنتی کلی آدم دوست دارن، هر به حال هر سبکی کلی طرفدار داره که آقا اینم نیست. پس چند مورده؟ 2 مورد. بریم سراغ بچه خوبی دارن همه، اوکی یاد گرفتید الان فهم سواله؟ آها. بریم سراغ سوال 4. میگه کدام یک از روابط زیر تابع نیست. مورد 1، رابطه ای که به هر عدد طبیعی چی نسبت میده؟ مربعش نسبت میده. خب هر عدد طبیعی مربع داره دیگه، به تمام دو برسونیم. رابطه ای که به هر مستطیل مساحتش، خب هر مستطیلی هم به نظر من یک مساحت داره دیگه، یعنی شما وقتی مستطیل رو میکشی اگه طول و عرضش رو عوض بکنی مساحتش هم عوض میشه، طولش رو عوض کنی عوض میشه، عرضش رو عوض کنی عوض میشه، هر دو رو عوض کنی عوض میشه، درسته؟ بله. بس من میگم آقا رابطه ای که به هر مستطیل یک مساحت داره، شما مستطیل رو برای من میکشی من مساحتش رو اندازه گیری میکنم، تمام. پس این دوتایی که هیچ. گزینه 3، رابطه ای که به هر عدد طبیعی مقسوم لیهای یک رقمی اون رو نسبت میده. خب خود از 12، 1، 2، 3، 4، 6 و 3 تابع نیست. قبوله؟ مورد 4، رابطه ای که به هر فرد گروه خونی اون رو نسبت میده. آقا هر شخصی یه نوع گروه خونی داره. یه نفر گروه خونیش او یا بیه یا آبس یا آه، گرفتین چی میگم؟ یعنی هر فرد یک نوع گروه خونی داره، پس آقا اینم تابع هست. میریم سراغ 5. میگه جدول زیر دمای سنگی رو در عمق متفاوت از سطح زمین نشان میدهد. دمای سنگ در عمق 10 کیلومتری زیر زمین میگه کدام است. بعد یه ارتباط اینجا پیدا بکنیم، دمای سنگ ها رو تو عمقهای متفاوت داره نشون میده. دمای اولی هم اون 55 عمق 1 کیلومتر. تو داره چند تا زیاد میشه، یه الگو 35 تا 35 تا، داره 35 تا 35 زیاد میشه. خب
35 35 داره زیاد میشه. پس من چی میتونم بگم؟ میگم یه الگو بخوام برای نظر بگیرم، 35 ایکس به علاوه 20. چون طبیعیه 35 ایکس به علاوه 20 درسته به ما خروجی نمو میده، یعنی اگر اینو در نظر بگیریم x اینو بگیریم y برابر میشود به 35 ایکس. آقا 20 رو از کجا آوردی؟ میگم خب تو یک بدی ایکس رو میشه 35، ولی باید 55 باشه درسته؟ بله. پس میگیم آقا شما یک بذاری میشه 35 به علاوه 20 میشه 55. حالا از شما 10 را خواسته، بچه الگویابیش مهم ها، 10 را خواسته، بنابراین هست 350 به علاوه 20 میشه چقدر؟ 370. بریم سراغ مورد 6. بحث نمایش پیکانی میگفتم باید الان همه باید جواب بدن، موبینا نمیخواد بگی، همه باید جواب بدن. میگفتم از مجموعه اول باید، خوب دقت کن، یکی از این سه کلمه‌ای که میگم رو تایپ می‌کنی، از مجموعه اول باید دقیقاً یک فلش خارج بشه از هر عضوش، از هر عضو دقیقاً یک فلش، از هر عضو حداکثر یک فلش، از هر عضو حداقل یک فلش، حداکثر حداقل دقیقاً بود. باریکشن دقیقا یک فلش متر خارج بشه. اصلا شما کاری به مجموعه دوم نداری، شما کاری به مجموعه دوم نداری به هیچ شما. آقا باید از مجموعه اول دقیقا یک فلش بیاد بیرون، به مجموعه دوم نگاه نکن، مجموعه دوم فقط میذارم برای ایجاد رعب و وحشت. برو بریم فقط مجموعه اول، سرعت رو میبری بالا. گزینه یک، آقای مولایی از آ چند تا اومده بیرون؟ دوم خروس رو نگاه کن، از آ دو تا اومده بیرون. آقا پس این که تعطیل رده. گزینه دو رو میبینیم، هر کدوم قشنگ خوشگل یه دونه اومده بیرون. آقا این ای دو تا خورده، به تو چه دو تا خورده؟ اصلا ما با مجموعه دوم کاری نداریم، ما با مجموعه اول کار داریم. میگیم آقا حله. گزینه سه مشکلش چیه؟ خب از بی دو تا خورده و اینکه سیمون اصلا به کسی نخورده. سی نخورده، بی هم دو تا خورده، از سی نخورده، پس اینا چی هم؟ اینا رد. قبوله؟ بله. میگه به ازای چند مقدار ام نمودار پیکانی زیر یک چی است؟ تابه است. تابه است. خب آقای مولایی بله. مگه گفته تابه است؟ آره. آقا نمیشه که از ام دو تا فلش اومده، میگم خودش میگه تابه است. از یک هم دو تا فلش اومده میبینی؟ پس دو تا فلشی که از یک خارج شده باید با هم دیگه چی باشن؟ برابر باشن. یعنی دو منهای ام دو باید برابر با ام دو باشه درسته؟ بله. قبول داری یا نه؟ بله استاد. پس باید دو ام دو برابر با دو باشه، یعنی ام دو برابر با یک باشه، یعنی ام یا مثبت یک باشه یا ام ما منفی یک باشه. حالا این قصه ادامه داره. خوب توجه کن. نه نه اوکی اوکی من اشتباه کردم. ادامه داره. صح. از ام هم دو تا فلش خارج شده، پس باید خروجی ها با هم برابر باشن. خروجی این فلش قرمز ها هم باید با هم برابر باشن. توجه بفرمایید. خوب توجه کن خانم، خروجی ها باید برابر، یعنی دو منهای ام دو باید با ام دو به علاوه برابر باشه. الله اکبر. دو با دو میره، ام دو برابر با صفر میشه، ام برابر با صفر میشه. در حالت آخر این خروجی ها هم باید با هم برابر باشه. میبینی؟ بله. اینا هم باید با هم برابر باشه. آقا چجوری اینا برابر شد؟ میگم دو منهای ام دو باید با ام دو به علاوه دو برابر باشه. اینو که پایین گذاشتیم. درسته؟ بله این دوتا رو گذاشتیم برای یکم. بذار اینو پاک کنم. حالا من میگم دیگه باز همونه دیگه، میشه صفر. تا اینجا بچه اوکی؟ بله استاد. بله بچه هم جواب میدم. بله به نظر شما به ازای چند مقدار ام این یه تابه میشه؟ گزینه چند؟
گزینه چند؟ جواب گزینه چند؟ گزینه بده. مبینا گزینه چند؟ باید اما رو تو عددمون جایگذاری کنیم ببینیم چجوری. یه لحظه من یکی نمیشه بذاری صفر هم بذاریم صفر هم چهار صفر بذاریم چی شد؟ چهار بذاریم یعنی گزینه چهار صفر بذاریم صفر. آقا من یه بار جا همه صفر میذارم میشه صفر یک یک. بعد الان اینجا هم میشه دو صفر، این هم میشه دو. درسته؟ بله. فلشار هم وز کنی صفر هم به دو خورده هم به ارزان به حضور شما پایین دو. خب اینو چه دو کن دو ولی یک هم به دو خورده هم به صفر دیگه قابل قبول نیست. پس ام صفر که رد. نمیشه یک، نمیشه یک. یه دونه به یک میخوره یه دونه به سه میخوره. ببینی میدن که اصلا بعد منفی یک میذاری میشه منفی یک یک صفر میشه یک میشه یک میشه سه میشه منفی یک و سه. درسته؟ بله. که اینم میام رده. چند مقداره؟ استاد یه لحظه اصلا برای چی خود گزینا به ما عدد سه داده؟ میگه به ازای سه مقدار ام، یعنی کسی که یهو این ستا رو در میاره هولش سری تیک بزنه. آها اوکی گرفتی؟ بله. سه مقدار متفاوت سری تیک بزنه یا چک بکنه. بیا سوال هشت گرفتیم بچه ها؟ بله. فاطمه مومینا فشتی این چی؟ گزینه اعلام کنید ببینم. سوال هشته همه جزوه دارن دیگه. بله. بفهمم فهم سه آ دو خورده و آی به علاوه شیش هم خورده همه رو میبری یه طرف قبوله؟ بله. حالا ها کدومش قابل قبوله باید چک منفی دو بعد ارزان به حضور شما که دوباره منفی دو اینجا هم سه
هلا بي منفي دو دو مش السر نمش شهر آقا این در میاد نه استاد، یعنی این تابه است نه تابه نیست، و منفی دو تابه نیست نه منفی دوی نیست، پس سه میشه آی. هست آفرین سه هست سه نو نو قبول داری؟ بله حالا نمیگم آقا سه هم به نو خورده هم به بی خورده میبینی؟ بله پس بی با چی برابره؟ نو نو آن که سه بود درسته؟ بله حالا سوال میگه که آقا اینجا مقدار آی به علاوه بی کدومه؟ ما اگه داریم دوازده نه نداریم، یه جوش اشتباه کردیم. کجا رسیدیم؟ بچه چی سوتیه؟ نه گوزن ها درست ها گزینه ها درسته به سوتی مون فکر کنید استاد، اگر مثلا منفی دو بدیم، منفی دو با به علاوه 6 میشه مثبت 4 و منفی دو به توان دو هم میشه مثبت 4، پس منفی دو هم قابله قابل قبول میشه. جوری مثلا الان دوتاش قابل قبول شده. چرا؟ خب سه ای که نبود تو گزینه ها نه استاد سه نبود. آب دیگه حالا میخوام با منفی دوه بریم بعد این دو تا بیا رو با هم برابر بذاریم. ها بیگه که آ منفی دوه قبوله جواب میشه منفی یک منفی یک اوکی جفتش درست بودم ولی یکیش به گزینه نمیرسید بله بله بیا نه خدا آقا نو علیکم گزینه اعلام چی شد بچه ها؟ گزینه ببین
آ و بی جفتشون به سی خوردن، درسته؟ بله. من میگم آ و بی جفتشون به سی خوردن، پس خروجی همون یکسانه. خروجی ها یکسانه یعنی x2 x3 و علاوه 6 با هم برابره، درسته؟ بله. بیشاشم سه به منفی دو. سه و منفی دو، درسته؟ بله. حالا جای ایکس ها شیار سه میذارم، جای ایکس ها اگه سه بذارم مؤلفه اول هم میشه سه به توان دو، میشه نه، دو نهتا هیجده، منهای شیش میشه چهار، دوازده. مؤلفه دومش چی؟ سه به زیری سه چهارتا میشه چهار، میشه دوازده، درسته؟ مشکل نیست؟ نه استاد. بعد سه به زیری چی؟ خب سه گذاشتیم که شد 12، الان باید منفی دو بذاریم. درست، منفی دو، منفی دو بذاری میشه چهار، دو چهار داشته منفی شش میشه دو، اون برم منفی دو بذاری میشه منفی هشت، درسته؟ بله. خب آقا خودش میگه آبی با هم برابر نیستن، اگه آبی برابر نیستن این مؤلفه اول مؤلفه دوم برابر نیستن، پس یعنی ایشون با ایشون برابر نیستن، درسته؟ بله. سوال این حالات رو قبول کنم برش، مشکل نیست؟ نه استاد مشکلی نیست. بچه گرفتی؟ بله استاد. یه دیگه سخت زوج وقت ده و بگو ببینه یک اف بی میشه اف صفر، اف آ میشه اف منفی یک، اف صفر میشه منفی یک، اف منفی یک میشه هفت، جواب میشه چی؟ شش. قبوله؟ مبینه مشکل؟ نمیدونم مشکلی نیست. بیازده اگر نمودار تابع مربوط به این باشه حاصل این چی میشه؟ بودو بودی از بچه ها گفته من متوجه نشدم. دهو بیا بالا ببینه چیه؟ فاطمه بختی. فاطمه میکروفون بگی. بلنگوشون مشکل داره انگار. آره؟ بله چون تو کردم بلنگو. به این فاطمه من اول اومدم گفتش اف صفر میشه آ، یعنی ورودی صفر خروجی آ میده، دیدم ورودی صفر منفی یک میده خروجیش، خروجیش منفی یک تو بی، رفتم جای آ گذاشتم منفی یک، بعد دیدم میگه اف چهار برابر با بی، اف چهار برابر با چند برابر با صفر، پس بی برابر با چند برابر با صفر، بعد خودش داره چی میگه؟ میگه آقا اف صفر با جی و اف منفی یک با هم دیگه میخوایم حسابشون بکنیم، پس چون خودش صفر رو داشتیم حالا اف بی بود و منفی یک هم که آ بود دیگه، اف بی مون میشه همون اف صفر، اف منفی یک هم میشه اف منفی یک، شروع میکنیم حساب کردن. فاطمه اوکی؟ جوابی ندادن هم. بله متوجه شدم. یازده چکار کنیم؟ اول باید چیز کنیم اون اف یکمون ببینیم جوابش چیم تو مؤلفه دوم ببین میگه یک با دوتا در ارتباطه، پس میگم این دوتا حتما با هم برابرن که امو در
هم دو میشه درسته؟ بله حالا میگه اف یک برابر اف سه برابر اف دو. استاد، یک الان یک به دوتا عددی که وصل شده دو منهای دو ام با ام دو با منهای ام. چرا ما منفی دو گذاشتیم؟ که بعد دوتا ریشه در میاد. بذارم یه رو بذارم با ام دو منهای ام برای شه ام دو به علاوه ام منهای دو یکی از ریشه ها میشه یک. چرا؟ چون جمع ضرایب صفر. یکی از ریشه ها میشه چقدر؟ سی آم یعنی منفی دو. قبوله؟ بله من میگم الان این دوتا امیه که ما داریم، شما اما اگر یک بذاری باز یک با منفی یک هم باید برخورد بکنه، درسته؟ بله که دیگه این اشتباه دیگه، یعنی جای ام اگه یک بذاری ام هم با منفی یک برخورد میکنه هم با اینا برخورد میکنه، پس این اشتباه، ام نباید اینجا گذاشته بشه. ارزم به حضور شما عدد یک، پس یک غیر قابل قبول میشه. فقط منفی دو میمونه که اف منفی اف یک رو میخوای حساب بکنی یا اف یک میخوره به چهار، بعد اف سه پایینه میخوره به این چهار. اف یک رو بذارم بگم ببینم، اف یک فرقی نداره چه از بالا بگیریم چه از پایین. از پایین بگیریم منفی یک، از بالا بگیریم آخری هم اف ام ام چند گرفتیم؟ منفی دو گرفتیم نه؟ منفی دو گرفتیم بله. میشه اف منفی دو دیگه که اف منفی یکی دیگه، یعنی منفی یک گرفتیم که اف ام منفی عبود آچه که از بچه ها گفته گیت شدم. بابا دو تا ام داد یکیش فیلا ام رو داری بزاری کردیم اما گذاشتم هم یه لحظه ببینم. دوازده و سیزده رو بزن ببینم جفتشون. آقا بزن بپرسیم گزینه. دوازده چی میشه؟ استاد من گزینه یک در آوردم. دوازده چرا؟ خب برابر گذاشتم دیگه، ایکس منهای وای و برابر با چهار، هفت منهای ایگرگ و برابر با ایکس به علاوه سه گذاشتم. یه دستگاه هم میکنیم و دستگاه دیگه نه میشه ایکس منهای ایکس به علاوه ایگره مساوی با بر اون طرف میشه چهار، جمع کنی دو ایکس میشه هشت، ایکس میشه چهار. همینو به دست آوردی شما درسته؟ بله ایکس چهاره، بعد تو هر کدوم که دلت بخواد جای گذاری میکنی. ایگرک میشه چقدر؟ من ایکس رو دو تا به دست آوردم استاد. ایکس رو نه من ایکس هم دو بودم، تقسیم بر دو نکرد یه جوش بیشتره. تقسیم بر دو کردم من درسته؟ ایگرگمون هم صفر میشه.
زوج مرتب این مؤلفه دوم شما خواهد میشه x2 و علاوه یک یک دو و علاوه یک. آقا x همون که 4 نمیتونه باشه، پس چیش مشکله؟ شاید اینطوری باشه که نیست بابا، این ایکس، این ایکس اصلا دستگانی در اشتباه میگم، ایکس به علاوه 3 برابر با 7 منهای ایکس بد میکردیم، یعنی برابر میذاشتیمشون که در میومد 2 ایکس مساوی با 4، ایکس برابر با 2 در میاد، بعد 2 2 ایکس مون رو تو قسمت دومی جایگذاری میکنیم. ایکس دو باشه ایگرک برابر با منفی منفی دو. بله مؤلفه دوممون هم چهار به علاوه چهار به علاوه یک میشه نو. نو بله بله چهار بله آقا اینو بزنی جلسه بعدی چکش میکنیم ما با علی. بیا رو چهارده ببینم. آقا چهارده رو بزن گزینه میخوام بگیرم. آقا بودو گزینه دو. دو یا کدوم رابطه تابع نیست تو زوج مرتب، یا ما بینه چجوری تابع نیست در صورتی که مؤلفه اولمون مثلا به دو تا از مؤلفه دوم متصل بشه. مؤلفه اول تکراری داری، مؤلفه دوممون تکراری نباشه. آره بله گزینه دو این هم دقیقا برابر با دو دیگه، یه دونه دو دو یه دونه دو منفی دو این رد، ولی بقیه دیگه اوکی درسته. بله میگه مجموعه A به مجموعه B محفوظ چند تا تابع از A به B وجود دارد که شامل عدد دو نباشد. چیکار کنیم؟ شما میگه خب آقا چند تا تابع A به B، یعنی همشون به یک A B 1 2 A و B و C. من میگم همه اینا باید فقط به کی بسشن؟ به یک باید بسشن. از چند رد داره؟ کلا یه حالت داره. یا چند تا تابع میتونی بنویسی؟ یه دونه تابع دیگه درسته؟ میگه میخوام تابع سه عضوی باشه 16. بوده ببینم بذار نستارم 16 میگه تابع چند عضویه؟ سه عضویه. پس ببین آقا این باید میتونه دو باشه، اگه اینو دو بذاریم آ باید صفر باشه، اگه آ صفر باشه میشه دو و سه درسته؟ استاد چرا الان اومدیم مثلا خودمون گذاشتیم قسمت اولش برابر با دو باشه؟ حالا میتونه یا دو باشه یا منفی یک دیگه. یعنی الان اومدیم برابر گذاشتیم با دو و دو. من میگم میخواد تابع سه عضوی بهت بده درسته؟ بله. شما میگی آقا ما منفی یک و سه رو که داریم چرا از گزینه های استفاده نمی کنیم؟ یک از بچه ها گفته چرا از گزینه استفاده نمی کنیم؟ حالا میریم سب کن یه عددی بزن، هنوز با گزینه ها فعلا کاری نداره. من میگم این دنبال آ میگرده درسته؟ بله
شما اگر آ رو خب آ که با توجه به مقداری که آمده ده مثلا من کلش دو بگیرم آ باید صفر باشه که ما یه همچیزی نداریم تو گزینه. اگه به حال این دوستمون بر اساس گزینه ها بریم، اول آ رو میگیریم چند؟ صفر. اگه آ رو صفر بگیریم میشه دو سه، بعدی هم میشه دو دو. قبول داری؟ بله. پس این رد کتاب نیست. آره میگیریم یک، آره یک بگیریم میشه چی؟ میشه سه و سه، پنج و دو، دو و دو منفی یک و سه. اوکی نه؟ اوکی تره بعد کاملا اوکی. بعد سه بدیم چی میشه؟ سه بدیم میشه سه و علاوه دو میشه پنج، پنج و پنج سه و یکی هم میشه پنج و دو، پنج و دو نمیشه چون دوتا مؤلف اول مشترک. چهار بدیم چی؟ چهار بدیم میشه شیش و سه، میشه هفت و دو، دو، دو و دو منفی یک و سه. درسته نه؟ بله. حالا داستان از این قراره که اینا کدومشون تاور سوزی میکنه. میگم شما اگه یک بذاری تاور بازنویسی کنیم میشه سه و سه، میشه یک و دو، میشه دو و دو، میشه منفی یک و سه. درسته؟ بله. اگه آر چهار بذاری میشه شیش و سه، میشه هفت و دو، هفت و دو، دو و دو، منفی یک و سه. کدومش قابل عمله بود؟ خب اضافی هم نداریم که بخیم خط بزنیم. استاد یک از بچه ها گفته پرسیده به ازای سوال، یعنی گفته به ازای چه مقادیری، نگفته این اینها عدد ها هستند. چرا دیگه؟ گفته به ازای چه مقدار آ، یعنی یکی از گزینه ها رو به جای آ. نظری پیشنهادی؟ نمیتونیم قسمت بالا رو در نظر بگیریم، یعنی اونی که بالای صفحه نوشتید اونو در نظر بگیریم. چون اگر به نظر من چون اگر مثلا این 6 و 3 رو 6 و 2 رو ساده کنیم همون 1 و 3 در میاد. 6 و چند رو؟ 6 و 3 رو؟ 6 و 2 رو تو قسمت پایین. نه آقا نمیشه ساده کن. استاد یک از بچه ها گفته سوال گفته چه مقدار، یعنی چند تا عدد میتونیم قرار بدیم که تابه بشه. بزه چند مقدار آ؟ دقیقا سوال داریم که بزه چند مقدار آ. شما اگه چه یک رو بذاری چه سه رو بذاری به جواب مورد نظر میرسی. منظورش اینه که سه حالت آ، دو حالت آ، حالت های مختلف که اصلا تو گزینه ها نیمونه، حالت ها تعداد حالت ها تو گزینه ها رو برده. حله؟ خب وقتی تعداد حالت ها رو بردیم ما هم اشتباه کردیم که عدد ها رو جای گذاری کردیم دیگه. نباید بذاری. دیدی؟ اون اول کاری که من کردم درست بود. شما یا فرض کنید سه عضوی باید باشه، پس یکی از اعضا باید حذف بشه، درسته؟ بله. گفتم اگه بخوای یکی از اعضا حذف بشه الان آ به علاوه دو باید با دو برابر شه، یعنی آ باید چند شه؟ صفر شه. اگه آ صفر شه میشیم دو و سه، میشیم منفی یک و دو، میشیم دو و دو، میشیم منفی یک و سه. خب این که منفی یک و دو تا در ارتباط کاملا رد. یه بارم میام چی میگم؟ یه بارم میام میگم که آقا آی به علاوه دو برابر با منفی یک، آبش منفی سه. استاد ببخشید بسه صحبتتون، یه بچه ها گفته منظور از تابع سه عضوی چیه؟ یعنی تابعی که سه تا عضو داره، سه تا زوج مرتب داره. بعد این قسمت ما آ رو برابر با صفر قرار دادیم. اوکی اوکی هیچ، من اشتباه مؤلف اولم. حالا میخوام مؤلف اولم منفی یک شه، آ رو میذارم منفی سه، آ رو بذارم منفی سه میشه منفی پنج و سه، بعدی میشه چی؟ میشه منفی شی، منفی ده، میشه منفی یازده و دو،
بعدیم دو و دو، بعدیم منفی یک و سه، هیچ سه عضوی شد، با هم خط نخوریم. من راهو میگم که چک کنید فقط. این هم جلسه بعدی میذارم چون زهله. کاری که باید بکنید اینو بچه خوب دقت کنید، هم اینو هم اینو که آقا حداقل چند عضو هست کنید. وای ایشته آقا، برای این شما میای یه بار آی به علاوه دو رو فرض کرد، یکی اینا باشه یا این باشه، یه بار هم میای کیو فرض میکنی، دو آی منهای یک رو فرض میکنی، یا یکی از ایناست یا یکی از ایناست. قبوله؟ تا به بعد خروجی چند تا عضو داشته باشه مبینا؟ سه تا. سه تا عضو داشته باشه، تا به نباید چهار تا عضو بده به شما. اصلا جای هر تستی نداره این سوال، چون زمان میبره هر کدومو بخوایم جای بذاریم. جلسه بعدی میگم راه کوتاه‌تر، ولی الان دونه دونه بنویسش. آقا الان این درس یکی فکر میکنم آسون باشه دیگه برای همه دیگه، درست میگم؟ بله استاد. اونایی که تمرین، اونایی که ویدیو رو دیدن تونستن تمرین رو حل بکنن؟ بله فرد استاد، یکی از سوالاتش یه طوری بود، چیزو میذارم پاسخش رو میذارم تو گروه. خیلی ممنون. پاسخش رو میذارم تو گروه. خوبه؟ بله ممنون. پاسخ رو میذارم تو گروه. آقا برای جلسه بعدی یه سری فیلم میدم دوباره نگاه میکنید، باشه؟ بله چشم. همه عزیزان نگاه میکنن، این برای درس دو این که میدم، که جلسه بعدی هفته بعدی دو زنگ داریم، هم میخوام درس یک و تستاشو بزنم جمعش بکنیم دیگه با هم دیگه، هم بریم سراغ درس دو که بحث دامنه برد سوالاش هم بسیار 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 اهمیت داره و یه بخش هم از ضابطه میدم اونو ببینید که تا انواع تابه رسیده بشه. روزه نوشتیم دوباره بفرستیم، جدید ها رو میفرستید، خلاصه نویسی ها رو میفرستید. برای سری جدیدی که فیلم میفرستم خلاصه نویسی ها رو میفرستید. اوکی؟ میگم هم این فیلم هایی که میفرستم و تو کجا قرار بدید، یعنی تو از صفحه چند تا صفحه چند. امشب میفرستم توی گروه دیگه، من میتونم اینو بفرستم بازه؟ بله بله بازه، مدیر گروه هستی دوست. آره من توی گروه میگم خلاصه نویسیش هم از صفحه چند تا صفحه چند باشه تعدادش، ببینید که جلسه بعدی جمع جورش بکن. اوکی؟ بله ممنونم استاد. خواهش میکنم. آقا برای من خسته نمشید. شما هم خسته نمشید. دیگه ببینید آقا به قرآن سری بعدی من میدونم شما خسته نمشید. ممنون.